اثر تابعی لینکس در تابع رایت در یک متن فارسی در سلول B50 کلیک چپ میکنیم، عملگر مساوی رو تایپ میکنیم، تابع رایت رو بدین گونه تایپ میکنیم، یه براکت باز میکنیم، تکست رو در سلول D50 به صورت ارجاع انتخاب میکنیم، ویرگول و نامبر کرکتر رو اینجا میای براش عدد 5 انتخاب میکنیم و براکت رو میبندیم و کلید انتر. چه اتفاقی رخ داد؟ در متن فارسی گفتیم اثر تابع رایت در خلاف جهته. اگر در سلول B50 اینجا کلیک کنیم، اومد برامون 5 تا کاراکتر رو جدا کرد. طلب 3 تا، اسپیس یه دونه، نون هم اینجا 5 تا. اگر بیایم در سلول B50 به جای 5 اینجا 3 رو قرار بدیم و کلید انتر، ببین فقط طلب رو میاد برامون در تابع رایت جدا میکنه. در سلول B51 کلیک میکنیم، عملگر مساوی رو تایپ میکنیم، اینجا تابع رایت، یه براکت باز میکنیم، تکست رو انتخاب میکنیم، ویرگول و نامبر کرکتر رو بدین گونه انتخاب میکنیم، لنگس یه براکت، تکست همین تکست D51 باشه، اون رو میبندیم، عملگر تفریق و اینجا براش عدد 3 رو تایپ میکنیم و براکت رو میبندیم و کلید انتر. چه اتفاقی رخ داد؟ اینجا اومد 3 تا کاراکتر رو ابتدا تابع لنکس برامون جدا کرد. اگر اینجا به جای 3 من عدد 5 رو قرار بدم، ابتدا تابع لنکس اومد از محمد جواد رضوان طلب در این متن فارسی، اومد محمد 4 تا، اسپیس یه دونه کاراکتر، 5 تا رو حذف کرد. چی مون؟ مون اینجا جواد رضوان طلب و اثر اون رو اینجا در تابع رایت اومد برای ما نشون داد. یعنی در تابع رایت اون قسمتی که نامبر کاراکتر رو میخواد چی مونده؟ اثر تابع لینکس از متن محمد جواد رضوان طلب منفی 5 تا کاراکتر که میشه جواد رضوان طلب، میاد اون رو برامون خروجی میگیره. این سلول رو انتخاب میکنیم، کپی و در دو سلول پایین اون رو پیست میکنیم. در سلول B52 اینجا کلیک میکنیم، میایم به جای 5 اینجا 10 رو قرار میدیم. ابتدا تابع لینکس میاد 10 تا کاراکتر رو برامون جدا میکنه. چی باقی میمونه؟ اینجا خود رضوان طلب خالی برام باقی مون. حالا اگر در سلول B53 به جای 5 اینجا بیایم، در واقع یه دونه اسپیس اینجا داریم، میشه 11. خود رضوان هم 5 کاراکتر، میشه 16. به جای 5 اینجا 16 رو قرار میدیم. ببینید خروجی کارمون چیه. طلب، یه بار دیگه میگم، در سلول B53 ابتدا تابع لنکس میاد 16 تا کاراکتر از این کم میکنه. 16 تا کاراکتر چیه؟ محمد جواد رضوان طلب خودش یک تعداد کاراکتر داره. چند تا کاراکتر داره؟ من اینجا میام سلول کاراکتری رو که از قبل برای تابع لفت رفتم، لنکس B49، این رو انتخاب میکنم، کپی و این فرمول رو در این قسمت میذارم، پیست. تعداد کاراکترهای اینجا D53 رو براش انتخاب میکنیم، میبندیم، 19 تاست. 19 تا اینجا ما چی داریم؟ کاراکتر برای محمد جواد رضوان طلب داریم. چه اتفاقی رخ داد؟ در تابع لنکس 19 منهای 16 چی میشه؟ میشه 3. و تابع رایت میاد همین 3 تا رو برای ما میذاره. یعنی ابتدا اومده تابع لینکس گفته 19 تا کاراکتر محمد جواد رضوان طلب، منهای 16 تا. 16 تا رو از کجا شروع کرده؟ از این ابتدا، محمد 4 تا، جواد 4 تا، رضوان اینجا چند تا؟ 5 تا. 5 و 4 9، 9 و 4 13. چند تا اسپیس داره؟ 14، 15، 16. این همون عدد 16 که اینجا وارد کردیم. اومده این 16 تا رو از ابتدای محمد تا ابتدای طلب این رو حذف کرده و خروجی کار اینجا در تابع رایت شده طلب، اون چیزی که اینجا دارید ملاحظه میکنید. باز هم میگم در متون فارسی اثر توابع بر خلاف جهت متون انگلیسیه.